به نام خدا و سلام من امیر رزانیک خواه از مدرسین فرادرس هستم و ورود شما رو به آموزش کوتاه تبدیل فایل های پاورپوینت به پی دی اف از سری آموزش های فرادرس خوش آمد میگم توی این آموزش قراره که ما یاد بگیریم که چطور میتونیم فایل ها و اسناد و اسلاید هایی که در پاورپوینت ایجاد کردیم رو در نهایت در قالب فایل های پی دی اف یا همون کتاب های الکترونیکی داشته باشیم. اما در گام اول و قبل از هر چیزی بهتره که من در رابطه با چاپ کردن اسناد در پاورپوینت برای شما صحبت بکنم و ببینیم که چطور میتونیم خروجی های چاپی رو با تنظیمات دلخواه خودمون داشته باشیم من بعد از اینکه فایل اسلایدی مورد نظر خودم رو در محیط پاورپوینت باز کردم کلیدهای کنترل و پی رو میزنم تا وارد صفحه پرینت بشم در اینجا ما میتونیم در قسمت کاپیز تعداد نسخه های چاپی رو مشخص بکنیم و بعد از اون هم میتونیم توی فهرست پرینتر دستگاه چاپگری که به کامپیوترمون متصل هست رو انتخاب بکنیم. حالا توی قسمت پرینتر پراپرتیز هم امکان این رو داریم که بر اساس نوع دستگاه چاپگر تنظیماتی رو برای اون داشته باشیم که خب من فعلا کاری با این موارد ندارم. میایم پایینتر بخش سeting رو داریم یا همون تنظیمات. در اینجا گزینه بسیار کاربردی وجود داره. مثلا ما توی این فهرست میتونیم وارد بشیم و مشخص بکنیم که کدام صفحات از اسلاید های ما پرینت بشن. ممکنه که ما دهها یا صدها اسلاید رو داشته باشیم بخوایم همه اونها رو پرینت بگیریم یا بعضی از اونها رو که دقیقا در اینجا میتونیم این تنظیمات رو انجام بدیم. گزینه پرینت آل اسلایدز برای اینه که ما بتونیم تمام اسلایدهای موجود در داخل فایل پاورپوینتمون رو خروجی چاپی بگیریم. گزینه بعدی print selection برای اینه که ما بتونیم اسلاید های انتخاب شده رو فقط پرینت بگیریم. همچنین گزینه پرینت current اسلاید برای اینه که ما در داخل هر کدوم از اسلاید هامون که بودیم فقط همون رو برای ما چاپ کنه. و در نهایت اینجا گزینه کاستوم رنج رو داریم که میتونیم یک محدوده و بازه ای رو مشخص بکنیم. مثلا بگیم که از اسلاید شماره چند تا چند. من در اینجا همونطور که ملاحظه می کنید گزینه پرینت آل اسلایدز رو انتخاب می کنم. بعد از اون میایم پایین تر اینجا و توی این فهرست ما میتونیم تونیم لیاوت و استقرار رو برای چاپ اسلاید و محتوا مشخص بکنیم. اینجا گزینه فول پیج اسلایدز وجود داره که می تونه در واقع برای ما اسلاید رو در یک صفحه کامل چاپ بکنه. نکته در اینجاست شما میتونید ابعاد چاپ رو هم مشخص بکنید مثلا تعیین بکنید که ابعاد A4 باشه یا ابعاد دیگه که در ادامه براتون میگم. میتونید مشخص بکنید که در حالت آوتلاین برای شما پرینت بگیره یا حالت دیگه. اما اگر مثلا ما بخوایم دو تا اسلایدمون یا فرزن چهار تا اسلایدمون رو در داخل یک صفحه پرینت بگیریم، میتونیم از این لیاوت ها استفاده بکنیم. ملاحظه میکنید که تا تعداد 9 اسلاید به صورت عمودی رو هم ما میتونیم در داخل یک صفحه داشته باشیم یا اصطلاحا در داخل یک کاغذ خروجی چاپی بگیریم به عنوان مثال من در اینجا تو اسلاید رو انتخاب میکنم میبینیم که در ادامه دو تا اسلاید ما در داخل این صفحه قرار میگیره و حالا ما میتونیم چاپ رو انجام بدیم وارد این فهرست میشم مجددا و بعد از اون ملاحظه می کنید که کمی پایین تر ما چند تا گزینه رو داریم. گزینه فریم اسلایدز برای اینه که ما بتونیم یک قاب برای اسلاید هامون داشته باشیم. نگاه کنید در اطرافشون یک کادر و قاب رو ایجاد میکنه. میتونیم از گزینه scale to فیت paper استفاده بکنیم برای اینکه نسبت به لبه های مجاز کاغذمون اینها تغییر مقیاس بدن و فیت بشن و کل فضای قابل چاپ رو پر بکنن. همچنین با تیک زدن گزینه های کوالیتی هم میتونیم چاپ با کیفیت بالا رو داشته باشیم. نهایتا روی دکمه پرینت کلیک بکنیم تا چاپ برای ما انجام بشه. میایم پایین تر توی این فهرست مشاهده میکنید که ما دو تا حالت رو داریم که خب میتونیم با حالت اول مشخص بکنیم که به ترتیب اینها برای ما چاپ بشن یا اینکه حالت دوم رو انتخاب بکنیم و بگیم که اگه مثلا سه سری می چاپ بگیریم سه بار صفحه یک سه بار صفحه دو و الی آخر این روند برای ما تکرار بشه در ادامه کارم میام وارد این فهرست میشم و مثلا میتونم اینجا print selection رو انتخاب بکنم مشاهده می که فقط اون اسلایدی که من انتخاب کردم اینجا توی پریویو نشون داده میشه و من میتونم وارد این فهرست بشم و مجددا یک چیدمان دیگر رو برای اسلاید های خودم داشته باشم حالا با فشردن کلید اسکیپ مجددا برگشتم به محیط کاری یه نکته دیگری در همین موضوع چاپ وجود داره اگر من دوباره کلیدهای های کنترل و پی رو بزنم و برم به سراغ فهرست پرینتر یا چاپگرها میبینید که من در اینجا گزینه Microsoft Print to PDF رو انتخاب کردم که روی حالت ready یا آماده است. حالا اگر من اینجا پرینتر خودم رو عوض بکنم چه اتفاقی میافته؟ به عنوان مثال اگر از AnyDesk پرینتر Printer استفاده بکنم میبینیم که اینجا گزینه های متفاوت تری در اختیار من قرار میگیره. حالا به این نکته هم دقت داشته باشید اینها پرینترهای مجازی هستند برای اینکه من بتونم اینها رو در قالب فایل داشته باشم اما شما با متصل کردن پرینتر فیزیکی میتونید بر روی کاغذ چاپ کنید حالا تو این حالت ما میتونیم بیایم ببینیم گزینه های دیگری اضافه شده من همین گزینه تو اسلاید رو انتخاب کردم در اینجا و بعد میام اینجا ملاحظه میکنید یک فهرست جدید را دارم پرینت وان یعنی ما چاپ یک رو داشته باشیم و فقط چاپ ما به صورت یک طرفه هستش اما در اینجا دو تا گزینه داریم print on both sides رو داریم که خب هر دوتاش یکیه این چی کار میکنه؟ دو تا حالت رو داریم دیگه برای زمانیه که ما بخوایم به صورت درو چاپ بگیریم پشت و رو داشته باشیم چاپ خودمون رو مثلا ما چهار تا اسلاید داریم برای چاپ کردنش بگیم که پشت و رو چاپ بکنه و روی یک کاغذ باشه حالا میتونیم از این حالت استفاده بکنیم به این صورت که میاد و کاغذ رو و صفحه رو روی لانگ اج برای ما میچرخونه یعنی نسبت به لبه بلند ترش و اگر این یکی گزینه رو انتخاب بکنیم میاد و صفحه رو بر روی شورت اج میچرخونه و نسبت به این زل کوچیکتر و کوتاهتر پرینت رو برای ما میگیره البته این برای زمانیه که ما بخوایم چاپ پشت و رو داشته باشیم همچنین در ادامه هم میتونیم محلی رو برای منگنه کردن مشخص بکنیم در زمان چاپ شدن و بگیم که اگر که خروجی چاپی گرفتیم در فضای موجود کجا منگنه زده بشه در گوشه ها در کناره ها و حالت دیگه و توی قسمت بعدی هم ما میتونیم پورتریت Orientation رو انتخاب بکنیم برای چاپ عمودی یا لند اسکیپ اورینتیشن برای چاپ افقی با کلیک بر روی دکمه پرینت میتونیم چاپ رو انجام بدیم و ما آخرین موضوع هم در این ویدیو براتون بگم یعنی تنظیم ابعاد اسلایدها ها و خروجی چاپی کلید اسکیپ رو میزنم وارد زبانه دیزاین میشیم در قسمت کاستومایز ما قسمت اسلاید سایز رو داریم در اینجا میتونیم از حالت واید یا حالت های دیگری که وجود داره استفاده بکنیم مثل استاندارد یا روی کاستوم اسلاید سایز کلیک بکنیم توی قسمت اسلاید سایز 4 توی این فهرست کشویی وارد بشیم و به عنوان مثال بگیم که با ابعاد کاغذ آ چهار باشه و در نهایت طول و ارزش در اینجاست و شماره گذاری اسلایدها ها هم مشخص میشه توی این قسمت هم ما میتونیم بگیم که اسلایدهای های ما به صورت عمودی یا افقی باشن که خب جای طول و عرض عوض میشه و همچنین موقعیت بخش دست نوشته ها هم به همین صورت میتونه که تنظیم بشه در نهایت میتونیم خروجی چاپی رو داشته باشیم بعد از اینکه نحوه چاپ اسلاید ها رو یاد گرفتیم باید بریم به سراغ خروجی گرفتن با قالب PDF. راحت میتونیم این کار رو از طریق خود پاورپوینت انجام بدیم کافیه که وارد زبانه ی فایل بشیم بریم به سراغ دستور سیو و بعد از اون میتونیم روی گزینه بروز کلیک بکنیم تا محل ذخیره سازی برای ما مشخص بشه توی فهرست سیو از تایپ این فهرست کشویی رو باز بکنیم گزینه PDF رو انتخاب بکنیم در اینجا دو تا گزینه برای ما وجود داره یکی حالت استاندارد هست که به ما امکان انتشار رو میده در حالتی که مناسب باشه برای استفاده آنلاین و پرینت کردن به عبارت ساده تر کیفیت مناسب و استاندارد حفظ میشه اما میتونیم از مینیمم سایز استفاده کنیم که فقط مناسب برای انتشار آنلاین هست و حجم رو کمتر میکنه که خب اگر خواستید حجم اسنادتون کمتر بشه میتونید این گزینه رو انتخابش بکنید در کنار اینها ما دکمه آپشنز رو داریم که میتونیم وارد این قسمت بشیم توی قسمت رنج یا محدوده بگیم کدام اسلاید ها برای ما خروجی گرفته بشه آل همه اسلاید ها رو برای ما به صورت پی دی اف خروجی میگیره کارنت اسلاید فقط اسلایدی که در داخلش هستیم و سلکشن هم اون اسلایدهایی که انتخاب شدن که ما میتونیم اینجا این رو فعال بکنیم و بگیم که from از چه اسلایدی to تا چه اسلایدی بعد از اون هم در ادامه publish what رو داریم که میتونیم تعیین بکنیم به چه صورتی خروجی اسلاید های ما منتشر بشه به صورت اسلایدی و همون محتوای اسلایدی خودش باشه میتونیم تعیین بکنیم که در هر صفحه چند اسلاید رو داشته باشیم مشابه با همون تنظیماتی که در چاپ انجام شد بعد از اون فریم اسلاید رو داریم برای ایجاد یک قاب و کادر در اطراف اسلایدها ها و همچنین در اینجا گزینه اینکلود هیدن اسلاید به ما کمک میکنه که بتونیم اسلاید هایی که مخفی هستند رو در خروجی پی دی اف مون داشته باشیم و اگر کامنت یا توضیحاتی داریم هم با این گزینه فعال میشه و خروجی پی دی افش گرفته میشه که خب با کلیک بر روی دکمه اوکی اینها رو تایید میکنیم و در نهایت با کلیک بر روی دکمه سیو خروجی PDF رو به دست میاریم. به این ترتیب ملاحظه میکنید که محتوای اسلایدی ما در قالب یک فایل PDF خروجی گرفته شده و به عنوان یک کتاب الکترونیکی میتونه برای ما قابل استفاده باشه. موضوع دیگری که میخوایم در رابطه با اون صحبت بکنیم بحث تبدیل آنلاین فایل های پاورپوینت به پی دی اف هست ابزارهای بسیار زیادی در اینترنت برای این کار وجود داره که از بین اونها من وبسایت 11zon.com رو انتخاب کردم شما میتونید اینجا از ابزارهای بسیار متنوعی در زمینه پی دی اف استفاده بکنید ابزارهای متنوعی برای عکس ها و تصاویر مختلف در اختیار شما میگذاره و همچنین مجموعه ابزارهای کانورتر یا تبدیل کننده ما وقتی که وارد این وبسایت میشیم میتونیم در انتهای وبسایت زبان اون رو تغییر بدیم اینجا آیتم ها و آپشن های مختلف رو میبینید من میام به قسمت انتهایی و همونطور که میبینید اینجا ما میتونیم وارد این فهرست بشیم زبان فارسی رو از داخل این فهرست میتونیم انتخاب بکنیم و کار رو ادامه بدیم فضای کاری شما فارسی میشه میریم به سراغ گروه ابزارهای مبدل و بعد از اون هم گزینه مبدل ارائه یا همون پریزنتیشن و اسلاید همون رو انتخاب میکنیم. به این ترتیب وارد این صفحه میشیم و حالا توی قسمت کانورت میتونیم بگیم که فرمت PPTX به چه فرمتی تبدیل بشه که خب به PDF هست ولی ما میتونیم از فرمت دیگر در صورت وجود استفاده کنیم. روی دکمه Select Files کلیک میکنیم و فایل پاورپوینت خودمون رو انتخاب و اوپن میکنیم. به این ترتیب فایل ما در حال بارگذاری در این وبسایت هست. ملاحظه میکنید که در حال تبدیل کردن فایل هست و بعد از گذشت چند ثانیه ما میتونیم با کلیک بر روی دکمه دانلود زیپ یک نسخه فشرده شده از فایل PDF جدید خودمون رو دانلود کنیم و در اختیار بگیریم. بسیار خب من فایل فشرده شده رو آوردم در این محل قرار دادم و حالا میتونم روی اون دبل کلیک بکنم تا به محتوای اون دسترسی داشته باشم نتیجه کار رو در اینجا میتونید ببینید که دقیقا خروجی پی دی اف ما ایجاد شده مواردی که لازم بود در رابطه با تبدیل فایل های پاورپوینت به پی دی اف رو در این آموزش برای شما عزیزان مطرح کردیم نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن فرادرس یا وبسایت فرادرس برای ما ارسال کنید. امیدوارم که از این آموزش رضایت داشته باشید. شما را به خدای بزرگ میسپارم.